به نام خدا سلام رامبد جوان هستم در شبکه نسیم اینجا کتاب باز سلام سازیگر مجری و دوست خیلی خیلی عزیزم به کتاب باز خوش اومدی قربونت برم سروش عزیزم منم خیلی خوشحالم که الان تو رو دارم میبینم و توی کتاب باز در کنار برب... تو چقدر اه این اه پیراهنت پیران اسمش نیست ببین این تیشرته آره. این پیرن اون اسمش چی میشه؟ اونم پیشرته ترکیب <تصفح> تیشرته <تصفح> خیلی خوش <کرده. تصفح> گل داره، رنگ داره،, آره. رنگ داره، تر داره آره. آره. <تصفح> زندگی داره خیلی خیلی خیل زیبا رام بود الان که خندوانه اینقدر مورد اقبال و استقبال قرار گرفته و خودتو اینقدر دوست دارن زندگی یه ذره سختتر شده یا بهتر شده میدونی از چه نظر میگم چون فکر میکنم که همه الان دوست دارن که تو توی خندوانه براشون یه صحبتی بکنی مشکلات مختلفی که دارن حرف چون برنامه خندوانه دیده میشه شنیده میشه کاری که میکنی به چشم میاد آدم های مختلف نهادهای مختلف سازمان های مختلف توقعاتی دارن که بخوای بررسی هم بکنی به جاس. ولی خب زیاد احتمالا چجوری اینا رو میتونی در واقع بچینی سر جاش و درستش کنی بله به خندوانه انقدر تبدیل شده بیش از یک برنامه به انگار به یک باشگاه به یک مثل یک نهاد آره شاید واقعا به قول تو مثل یک نهادی که آدم های مختلف توش نقش های مختلف دارن و در جاهای مختلف تأثیر گذاری های خودش رو جاشو پیدا میکنه و مختلف انجام میده بیشتر جهتگیری ما به سمت موضوعات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی و فردی با روی شادی بله. با روی کرده اینکه بله. بچه مثبت زندگی بله 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 بله, بله. چون اصلا اعتقادمون این, این آنچه که در خندوانه میگذره اعتقاد ماست ما ادا در نمیاریم یا بر اساسی فرمول داریم یه کاری رو انجام نمیدیم فقط کاملا اعتقادمون معتقدیم با حال خوب با سر حال بودن با مثبت اندیشی میشه تاثیرگذارتر بود لاقل میتونیم با حال بهتر زندگی بکنیم یکی از کارکردهایی که خندوانه برای شخص من داشته اینه که من هر جا وارد میشم آدم با لبخند با من سلام علیک این خیلی لذت بخشه یعنی تو میگم سلام خیلی کیف داره و خب به این سرعت پیدا میکنه سخته به خاطر اینکه توقعات راجع زیاده توقعات به قول تو این که مثلا دارم میگم الان یک کاری که ما برای نوروز داریم انجام میدیم هر شب یک انجمن یا مؤسسه یا به حال یک مجموعه که مربوط به بیماری های خاص یا نادر رو داریم معرفی میکنیم این کار قبلا هم کردیم الان متمرکزتر داریم این شاید کار میکن. مهم و خیلی با... کار مهمیه اینکه مردم شن چقدر بیماری وجود داره و چه بیماریهایی وجود داره و براش چه کارهایی میشه کرد و چقدر ما اصلا نمیدونیم اینا کیان چون معتقدیم هممون قطعا که برای حال بهتر یکی از راه اینکه یک جامعه سرحالتر باشه احساس امنیت بیشتر بکنه اعتماد بیشتر بکنه و مؤثرتر عمل بکنه اینی که همدیگر بشناسیم ما خیلی خیلی ها و بیماری ها و موضوعات و مشکلاتی داریم که اصلا نمیدونیم اینا وجود دارن یعنی من خودم تو این هر شب که داریم زفت میکنیم بیماری هایی که اصلا باور نکردنیان، باور نکردنیان. یعنی عجیبن اصلا چقدر رسالت مهم و لذت بخش و سختی رو دوش تو و خندوان است بله خیلی بله یکی از کارهای مهمی که کردی حالا چون برنامه ما درباره کتابه بخون و ببر بود بله. که واقعا باعث شده که دوتا کتابی که معرفی کردین با کتاب کتابی بسیار خوبی بود و خوانده شده بود یه دفعه خیلی خیلی بیشتر ببینن من. پس تو در حوزه کتابخانی هم خودت و برنامه میتونید موثر باشین چه برنامه‌ای برای این حوزه دارین؟ اصولا چون علاقه به کتاب هستم و هستیم اینا که دیگه من جمع می‌بندم یا اگرم واقعا یه جای با این یه جمله شد 17 تا سوال بر من چی؟ چون علاقه مند به کتاب هستم و هستیم 17 تا سوال برای آماده کرد خوشحال شد خیلی خوب خل. چون علاقه مند به کتاب هستم و هستیم خندوانه یعنی و من کدر من داری داریم میگی پس داشته خندوانه خندوانه رو میگی اینه که خب خیلی برامون اهمیت داره که این کتاب خوندن رو هی راجبش حرف بزنیم هی مطرحش بکنیم هی تشویق بکنیم در نتیجه من یادم میاد از فصل یک خندوانه تا الان به بهانه های مختلف کتاب, کتاب معرفی کردیم ما به مهمونامون کتاب هدیه میدیم من خیلی از اوقات یک, کتاب کتابی که معرفی کنم باز می کنم کتاب می خونم مثلا دو صفحه می خونم براش یک صفحه می خونم و خب بله مسابقه هم برگزار کردیم برای اینکه این, که این ماجرا رو یک جریان قوی تری براش ایجاد بکنیم و آدم ها بیان به بهانه مسابقه و جایزه و اینا بیان قاطی این بازی بشن خیلی هم موفق،, موفق شد آره خیلی, 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 موفق شد یعنی فقط در دوره دومش 250 هزار نفر توی مسابقه شرکت کردن 250 هزار نفر برای یک مسابقه کتابی خیلی زیاد خیلی عدد بزرگی خیلی بله. عدد بزرگی و من مطمئنم اگر ما اینو ادامش بدیم قطعا هی بزرگتر بزرگتر میشه و خواهشم همینجا از تو و تیم خوبت به عنوان یک برنامه تخصصی و موفق راجب کتاب من به تو حرف خواهم زده شخص راجب تو. تو حرف من دعوتم از کتاب باز و شخص تو خواهش میکنم اینه که مسابقه بخون و ببر رو به شکل جدی تخصصی و قدرتمند با هم دیگه چون به هر حال کتاب باز این رو جا انداخته و ثابت کرده که برنامه مستقل و دقیق و عالی و تخصصی راجع به کتابه و موفق واقعا موفق یعنی از منی که اهل این اه حوزه و هایی که تو میکنی هستم و علاقه مندم تا آدم که خیلی اهلش نیستن طرفدار برنامه تو هستن که خیلی هاش هم به خاطر ویژگی توه واقعا دارم, دارم میگم اینو من دارم کارشناسانه دارم سعی میکنم حرف بزنم و و این باعث میشه که فکر کنم میتونه, خ... میتونه خندوانه و کتاب باز در کنار همدیگه یه کار خیلی بزرگ تخصصی درجه یک برای مخاطبی که اصولا اهل کتاب نیست خیلی ایجاد بود. این اتفاقا خواهش من بود. من میدونم می که چقدر خسته ای بعد از این همه برنامه خندوانه با فشاری که چون من اومدم زیاد خندوانه اومدم شما و می آره من خندوانه ای ام میدونم چه فشاری روته و میدونم که میخوای یه دوره استراحت کنیم امیدوارم این استراحت سالهای سال نباشه واقعا به با عنوان یکی از طرفدارا و مخاطبین مخلصم. و یکی از خانواده خندوانه دارم خود ولی هر جایی که بودی با هر برنامه‌ای که بودی ان که نمیدونم دوباره یکی سرته بزنه به یه جایی و به خندوانه خندوانه خنده هر جوری که بود بیا یه کار مشترک که میان برنامه‌ای رو با عشق و علاقه زیاد به 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 پس ما, ما قرار پاییز برگردیم امیدوارم پاییز یه میگم یه ضربه ای چکشی پتکی یه چیزی بالاخره یه رامبودی یه جوانی برای یه کاری پس ما کار خواهیم کرد حتما گفتی که علاقه‌مند به کتاب و کتاب خونه هستی از... من کتاب دوست دارم من خوب. توی خانواده بزرگ شدم من توی خانواده بزرگ شدم که یه کتابخونه تقریبا مفصلی داشت همیشه که با مزن بود پدر من مهر داشت رو کتاباش تو صفحه اولش میزد کتابخانه جوان بعد شماره هم داشت داری کتاب های پدر پدرت بله خود. پدر خودشون کتاباشون آها. دارن آها. بله منم از از کتاباشون تو خونه‌م دارم بعد بعد اصولا این مرسوم بود در خونه ما که هر کسی کتابخانه خودش رو داشته باشد یعنی خواهر من پوپک اون هم یک خونه هرفهی خیلی جالب سورش. پوپک پوپک هم خیلی جدی کتاب خونه و خیلی مفصل کتاب خونه. همیشه بوده و کتابخونه پوپک شاید از اینی هم که اینجا تو چیدی کوچیکتره چون کتابایی که خیلی دوست داره رو نگه میده. میداره و بقیهش mm -hmm. یعنی رو هدیه میده یعنی هر چی میخونه رو هدیه میده مگر اینکه ممکنه یک کتابی رو چون هر کدومتون یک کتاب خونه داشتین یک کتابی رو تو داشته باشی پدر هم داشته باشن پوپک هم داشته چه سوال خوبی الان بذار فکر کنم راجبش ها... چه سوال عجیبی باید, باید فکر کنم از اون چیزهاست که بهش فکر نکردم ولی قطعا یه جواب براش وجود یعنی از کتاب خونه بله. هم کتاب بر نمی داشتی؟ چرا می کردیم این کارو ولی بله اگه دوست داشتین برای خودتون هم بله بله قطعا قطعا این بوده من الان یادم الان اصلا نمیتونم جواب دقیقی بدم ولی بله این منطقی که تو داری میگی وجود داشت یعنی هر کسی کتابخانه خودش رو داشت در اتاق خودش در فضای شخصی خودش ولی قطعا از همدیگه کتاب قرض می و ممکن بود کتاب مشترک که هر کیم برای خودش داشته باشه رو می داشتیم. ممکنه <applause> یه سال دیگه همینجوری دارم این سوال ممکنه یه کتابی رو که خیلی دوستش داری داشته باشی و بعد وقتی که یه چاپ دیگه مثلا یه قطع دیگه یا یه طرح دیگه برم بگیرم دوباره معلومه آره بابا آره بابا چون فیلم هم این کارو میکنه فیلمو آره آره دارن بعد دوباره آره آز, آره از یه فیلم پنج تا داره یکی تو پک بله. بله. مثلا لرد اف هم فکر میکنم مثلا مثلا شاید هشت ورژن پک دارم لورد آف ده رینگز رو دوست داری پس ادبیات هم احتمالا علمی تخیلی دوست داری. خیلی جذابه مثلا جول ورن جز کتابایی بود که تو بر بچگی ما میخوندیم خب بریم از, از بچگیش بیاییم بالا ببینیم چی من خب عاشق تنتن بودم خب من هنوزم عاشق تن تنم تن -تن اصلا معلومه تو من تن, -تن برام یکی از مهمترین شخصیت هایی که در تخیلم باهاش معاشرت میکنم بهش میپردازم هیجان زده شم هنوزم که هنوز هیجان زده شم الان تو به من یه دونه عروسه که اینقدی تن تن بدی من پر از ذوق میشم یا الان من از این خرت و پرتاب و مرچ مرچندایزشو تو خونه من, دو, پوندو دو, پوندو اره. من تن -تن. دو, دو پوند و دو پوند خیلی دوست دارم نه من خودم اگه دو تا عروسه دو پوند و دو پوند خیلی خوشم میدم حتما این کارو میکنم داری دو تاشون بغل هم بله حتما تن تن و یه خاطره دارم سر این که چجوری صاحب همه تن تن ها شدم میشه بگی بله من فکر کنم هفت آره هف سال هفت سال خورده این بود هشت ساله به حساب نمیمدم اینگاه سرما خورده بودم رو تختم خوابیده بودم مریض این و مدرسه نرفته بودم مثلا شاید چهار جل تن تن داشتم بیست و یک جل تن تن وجود داره صدای در اومد از شنیدم پدرم اومد تو خونه با مادرم حرف منم خواه اینجا. بعد شنیدم بابام حرفش زد بعد شنیدم داره میاد صدای پاش داره میاد میاد سمت ما خشکش بعد که اومد من بگم خیلی حالا مده دیگه چشام بستم یهو یه چیز گنده ای رو گذاشت رو پایین پای من رو تخت بعد چشام باز کردم گفت این مال توه سلام چطوری اینا این مال توه نگاه کم دیدم یک ستون گنده انقدی روزنامه پیچ گفتم چه گفت باز کن باز کردم همه ی تن غیر از اون چهارتا همه ی تنتنا. با اون چهارتا یعنی با آه. یه پک کامل بیست, و شی، بیست و یکی اصلا دیوانه شدم دیگه این یکی از مهمترین خاطرات کودکی منه مریضی فراموش شد سرمخودی فراموش نشستی بخون حالا من یه اعتراف تلخی باید بکنم امیدوارم از چشم نیفتم و همه اون تعریف هایی که ازم کردی و پس نگیری من تن تن نخوندم هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت اصلا کنجکاو هم نشدی نه نمیدونم چرا نمیدونم چرا کارتونش رو میدیدم تن اصفهان نیومده چرا بود ولی نمیدونم چرا ببین تن کارتونش هم ندیدی چرا چرا کارتونش رو دیدم ولی کتابا رو کتابو بعد خیلی از دست دادم آره بعد تازه الان چیزی یادم اومد که فکر کنم بچه که بودم خوشت هم نمی نه آدم چیزی نبودم یه کتابی که داشتم خیلی دوستش داشتم کتاب خیلی خوبی هم هست خیلی خوب اسمش بود تاریخ جهان برای خورد سالان احا. بعد من خیلی این کتاب علاقه داشتم ولی اینکه نوشته بود خورد سالان یه ذره ناراحتم به بر آره چون اصلا کتاب قطوری بود اصلا چیز خردسالی نبود گفتم چرا خیلی این قضیه خردسالا چیه نمیدونم ولی آره تن تنرم نخوندم الان من برم بخونم برام جذاب خواهد بود فکر می‌کنی آره, آره. نمي... نمي... Yards... تو پنجا و خورده سالگی حتما تو انقدر باهوش هستی که با شرط اتفاق کنی اگه هوش میخواد بله هوش میخواد چرا هوش میخواد در کودکی به خاطر تمام بکر بودن بچگی و فانتزی که تو ذهن آدم هست آدم با کمیک بوک و مثل مثلا تنتن تن ارتباط برقرار میکنه در بزرگی چون انقدر آدم جدی و عبوس و بیخودی عمیق میشه آها، آها، که خوش آها، آها، میخواد آها، آها، که با اون ارتباط برقرار کنه نشون میده که زندگی اونقدرام جدی نیست و باید گاهی وقتا یه ذره معلومه. آروم معلومه, معلومه. بشی اصلا چرا کتاب میخونیم چرا رمان میخونیم این دیگه اصلا میپرسی آره. اومدم یه چیز بگم که به بچه‌هامون کتاب بدیم کتابایی که دوست دارن رو بدیم 21 کتاب اگه میتونیم یه دفعه بهشون بدیم و خوشحالشون کنیم و بذاریم با یه دنیای آشنا بشن اینا رو میخواستم بگم که گفتم شد خب حالا بگو من چرا کتاب میخونم چرا کتاب میخونی آره دلیل اولش برا من یعنی وقتی که شروع کردم به کتاب خوندن این بود که لذت می بردم. خیلی خیلی بهم خوش می می‌رفتم می رفتم توی دنیایی و تو اون دنیای می موندم و دنیای شیرینی بود و هی جهانهای متفاوتی رو تجربه می کردم. بعد لذت عجیب غریب یعنی الان میتونم اسم بیارم از کتابهایی که مثلا خندیدم باشون و کتابهایی که گریه کردم یعنی مادرم در اتاق واسو میگفت من دارم جدی جدی گریه میکردم الان میتونم خیلی خنده داری فهرست بدم <تصفیح> ببین طولانی ها یعنی منم شدم منم مثلا کتاب اسپارتاکوس مال هاوارد فارس بله. ترجمه ابراهیم یونسی صفحه آخ آه حالا آه بگم دیگه اشکال نداره آخر کتاب وقتی که همه در واقع اسپارتاکوس و یاران, یاران رو صلیب ز... کشیدن یه نوجوانی هست که خیلی اسپارتاکوس دوستش داره و اونم خیلی اسپارتاکوس رو دوست داره اینا هم همه زیر آفتاب به صلیب در واقع آویختن بسته شدن مصلوب شدن یکیشون نهره میزنه میگه که اسپارتاکوس چرا ما شکست خوردیم یه روبا <applause> یعنی منم یکی از قبیله اسپارتاکوس شده بودم بدونم چرا شکست خوردی چرا شکست و بعد میفهمیدم که نه شکست نخوردیم نیشم واز میشد و این غم و شادیه میرفت تو هم و میدیدم درسته که در ظاهر قبیلا مصلوب شده ولی نشده میشه که کتابو میخوندم دیگه الان آه. یه ذره از جوابتی گرفتیم آره و دقیقا حرفی که تو زدی در ادامش باز دوباره خودت داری میگی همینه که زندگی اینقدر جدی نیست که ما یاد چیزی حرفی میزنه اوسکار وایل حرفی میزنه میگه که زندگی خیلی مهمتر از اونه که راجبش جدی حرف بزنیم این جمله از اوناست که باید یه بار دیگه بگی چون خیلی جمله مهم. خیلی جمله مهمی میگه زندگی خیلی مهمتر از اونه که بخوایم راجبش جدی حرف بزنیم برای همینه که خندوانه اینقدر برنامه موفقیه متشکرم چون یه برنامه یکی که یه گروهی خیلی 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 جدی دارن میسازنش که بگن خیلی جدی نیست یب. <risque> چای قهوه میخوری آره چای همیشه هیچ وقت گفتم قهوه منظورم اصلا قهوه نداشتیم اگه میگفتی اون در نوش ولی داریم <صفحن> بله من چای میخورم چه چایی؟ چیزی میخواستی بگی که نه همین 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 چای بلد. پس من دو تا چای درجه یک <aud> مرسی <Efek> شاعری رو میل بفرمایید و بگید غیر از تن تن بود عزیز دیگه چی میخوندی؟ جولور میخوندم خود. بعد آستریکس آستریکس میخوندم که آستریکس اون موقع متاسفانه من دو, دو تا از عناوینش بیشتر ترجمه پیدا کردم یکی آستریکس و دیکچه یکی هم کلوپاترا آها. اه که اونم خب خیلی لذت بخش بود هم خیلی کمیک های موفق بزرگی هن. اه... اصولا کمیک دوستی پس آره ببین خیلی جهان عجیب العاده ای داره نه به معنی اینکه من فقط اونا رو میخوندم خب میگم به خاطر اینکه خانواده من کتاب خون بودن همیشه هم... ببین این تصویر همیشگی بود در خونه ما همیشگی که آدم ها یعنی پدر مادر و خواهر من همیشه کتاب دستشون بود و خب بهتر منم یعنی همه در یک وضعیت هایی میدیدی که مثلا مادر من در مثلا حال نشسته در کتاب میخونه بابا ایم مثلا روی موب داره کتاب میخونه خواهر من مثلا تو اتاقش کتاب این تاثیر زیاد میدید خب این تاثیر میذاره در ذهن یک میزاره. بچه که داره یاد میگیره و بزرگ میشه متوجه میشه این عمل عمل پسندیده که باید انجامش داد باید انجامش داد بعد هر چقدر تو یواش کتاب بخونی بهش علاقه منتر میشه دیگه انقدر اون تو جهان جذاب عجیبیه اصلا فقط به نظرم یه دست و دست دادن لازم داره بقیهش خودش خودشون میرن با هم دیگه خب، آره من کمیک دوست بیم من الان دارم اپلیکیشن چون معتقدم به این که ما یه چیزایی رو نداریم در ایران مثلا کمیک بوک خب خیلی اه، اه، خیلی تبدیل شده به یک محصول غربی شاید ولی اصولا کارهای مصور یا قصه های مصور ما هم داشتیم همیشه همیشه داشتیم از فردوسی شاهنامه بگیر تا خیلی از آثار دیگمون و بعد برای کودکان اصولا اونتا کومیک بود خب خیلی ساختار دقیق مشخص شاید سینماتیکی هم حتی داره و خیلی تکنیک قوی قدرتمندی داره برای همه معتقدم که خب این, این جاش خالیه این فرمول و این قالب جاش در ایران خالیه بعد هی گسترشش بده خیلی کار مهمیه ببین توی دنیا که نگاه میکنی میبینی آثار بزرگانشون آثار کلاسیک مثلا هملت بله. حملت ورژن های مختلفی ازش وجود داره مثلا حملت برای کودکان، خردسالان نوجوانان هم در واقع جوری آماده شده که اونا هم بتونن حملت رو یا حتی حملت کومیک وجود بلد. داره یعنی آثار کلاسیکشون رو بلد. هم ساده کردن جمعش کردن لحنش رو عوض کردن با نقاشیش کردن, کردن. یا مثلا یه سری هست که تو ایران هم خوشبختانه چاپ شده قدم اول نمیدونم دیدی یا نه خیلی خیلی از فیلسوف ها و مباحث و مثلا دریدار و مثلا اومده با نقاشی و, و کسایی که این کتاب رو نوشتن آدم های صاحب نظر در باره اون حوزه کاملن. بودن ولی ما بزرگانمون رو اصلا چجوری کی معرفی کردیم آیا حافظ رو میتونیم نمیشه برای بچه ها قطعاً. برای کودکان برای خورسالان سعدی رو گلستان رو بوستان رو، شاهنامه رو منطق و تیر رو ما داستان داریم داستان هایی آره. که میشه اینا رو مصورش کرد ساده کرد آدم های کارشناس میتونن و این کار اگه میتونی اگه میشه جایی رو جتونیم. بتونیم آره واقعا آره. آره. یه نفر دو نفر نیست یعنی یه آدم متخصصی مثل تو باید بیاد کناری همچین جریانی واسته ببین آدمای آکادمیک در واقع باید جمسن. خیلی ها خیلی ها باید بیان کنار اساتید دانشگاه آره. باید بیان و کار بزرگی خیلی ها. خیلی خیلی کار خوب. ببین یه چیزی وجود داره ما متاسفانه اه اه هم بلد نیستیم هم واقعا بلد نیستیم کار تیمی و گروهی نه این که الان میخوام یه راجع به یک موضوعی صحبت بکنم ببین ما یک مبحثی در جهان وجود داره خیلی هم خیلی هم جوونه شاید واقعا چند مثلا دو دهه نشده هنوز به اسم گیمیفیکیشن به ترجمه شده بازی آوری خوب خوب. این که تو ببین, ببین از کجا استارت میخوره چندین سال پیش همون قبل از دو دهه شدن مثلا شاید 15 16 سال پیش یه بازی را میفته اینو خیلی دقیقش رو دکتر زمانی تو خندوانه توضیح داده من از اون وام میگیرم و آنچه که خودم میدونم و بهش اضافه میکنم یه بازی را میفته یه بازی کامپیوتری بعد توی فضای اینترنتی بعد به متوجه میشن خیلی یوزر داره خیلی دارن آنلاین بازیش میکنن یه کنجکاو میشن و همون کمپانی مادر میاد یه کار تحقیقی میکنه ببینه آدمای دنیا ظرف مدت 6 ماه چند ساعت اینو بازی میکنن خب خب حدس بزن آدمهای دنیا ظرف مدت 6 ماه چند ساعت اینو بازی کردن نمیدونم واقعا یه نمیدونم. عدد بزرگ بگو 6 ماه 6 ماه میشه حدود 180 روز 180 روز دیگه حد اکثر من بذارم برایش حد اکثر سه ساعت 180 ضرب در سه 300 اونم 240 540 ساعت نه مردم جهان او ضرب در 7 میلیارد که نمیتونم بکنم ضرب در مثلا یک میلیارد بکنم یک میلیارد رو ضرب در 540 دیگه بلد نیستم اینقدر ریاضی 5 میلیون سال شوخی نکن نه, نه. مردم جهان یا گیمرای یا یوزرای این بازی ظرف مدت 6 ماه 5 میلیون سال اینو بازی کردن برام باور کردنش خیلی سخته بله این یه چیز ثبت شده است حالا این منجر به این میشه که علم گیمیفیکیشن شکل بگیره که بگن آقا چی میشه چه اتفاقی در یک و در یک موضوع میفته که اینقدر مصرف کنندش اینقدر با علاقه و با تمام وجودش و تمام زمانش بهش میپردازه چی میشه خب خب اینقدر علاقه خوب خوب شروع میکنن آنها چقدر ترسناک و چقدر هیجان انگیز یعنی همون که میتونه مثبت و خوب باشه بله میتونه بله مخرب بله 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 باشه کاملا خب این تبدیل میشه به یک علم میگن که بعد تح تحلیل میکنن که چه آیتم هایی منجر به این میزان از علاقه میشه چه ساختاری باید داشته باشه یک چیز که انقدر تو بهش علاقه من بشه این تبدیل میشه به چند آیتم نمیدم شاید ده آیتم یا بیشتر شاید هم بیشتر بعد این میاد تبدیل میشه به یک علم که تو میتونی توسط این علم هر آدمی رو به یک کاری علاقه مند بکنی اون وقت این میاد ابزاری میشه برای کمپانی های سرگرمی برای کمپانی های اتفاقا تولید علم برای کمپانی های آموزشی تمام مراکز آموزشی چطور میشه ببین اینا معتقدن که میشه یک بچه ای رو که خیلی شیطونه خیلی هایپره خیلی بی خیلی اینجوری میکنه رو که اصلا درس نمیخونه رو میگن ب... به تحویل ما بدین ما مثلا یه هفته اینو تحلیل میکنیم بعد ما با این حرف میزنیم و چیزایی رو بهش یاد میدیم که شما وقتی تو خونه دارین میرین مثلا غذا آماده است تو مثلا بچه ها صدا میکنی که مثلا سروش بیا شام بعد اون بگه بعد تصویری که میبینی اینه اون داره درس و میگه الان الان میام الان میام بعد سروش شان شام شام الان الان یه دقیقه پیدا میکنن که با چه بازی هاید. آره با چه قوانین بازی چه ساختار بازی بازی آوری میشه یک موضوع خیلی جدی رو برای یک مخاطب خیلی سرسخت و غیر قابل جذاب غیر قابل جذب رو جذب کرد خیلی برام جالب بود خیلی خیلی و یاد کتاب که خیلی هم اتفاقا زیاد خونده شده و دیده شده وضعیت آخر و بره. ماندن در وضعیت آخر تاماس آهریز که آقای اسماعیل فسی هم ترجمه کردن بلد. و استاد تا به همه چیه عناوین و یادته چون منم خوندم این دو تا کتاب ولی اصلا یادم رفته بود آقای فسی ترجمه کرده آره و حالا وضعیت وزید... تاماس آهریس شاگرد اریک برن اریک برن یه کتابی داره به اسم نظریه بازی ها بله توی بازی ها نشون میده که یا رفتار متقابل که ما خیلی از کارامون و برای باید جالب باشه حتی یه زن و شوهر دعواهاشون از الگوهای بازی بازیهایی داره پیروی میکنه بلد. یعنی ناخداگاه وارد بازی دعوا میشن بلد. و میشه ساختار این بازی رو شناخت بلد. و تغییرش, تغییرش داد به بیشت... یه شکل دیگه که این بازی به جای که بازی دعوا باشه بازی این باشه که همدیگر رو داغون بکنن یه بازی که بتونن از، ازش لذت ببرن بلد. یعنی حتی ما دعوامون، حسادتمون، خشممون تابع یه سری بازی های بلد. ذهنیه بله و چقدر عجیب عجیب که یه عده‌ای باز معتقدم من صاحب نظر نیستم که حتی افسردگی رو گاهی وقتا یک بازی میدونن که آدم با خودش وارد بله بازی افسردگی بله میشه بله. درست بله مرگ آره آره مرگ آره و این تو, تو سناریو مرگ رو برای خودت مینویسی دیدی آبه دهنم از بعض هیجان زده شدم آره. که آره. همه چی این به ب... ب... اون صحبتت هم برمیگرده که گفتی زندگی مهمتر از اون که فکر کنیم جدیه انگار همه زندگی چی زندگی مهمتر از اون که راجبش جدی حرف بزنیم حرف بزنیم یا فکر کنیم خیلی جدیه بله دیگه همش یه بازیه مهم اینه که خوب بازی کنیم خوب بازی درست بازی, بازی کنیم کامل. با احترام به کاملن. به قوانین بازی و به با احترام به بازیکن مقابل با بازی دقیقاً بازم از کتابایی که خوندی بگو اومدی جلو و کمیکو میخای الان آره. این گیمفیکیشن حالا ارزم این بود اینکه چطوری میشه آدمها رو جذب به کتاب خوندن کرد یه برنامهی مثل کتاب باز که انقدر رسالت مهم بزرگ و مشخصی داره که واقعا من براش احترام قائلم چون شما به آدما کمک میکنین آدما بتونن بهتر زندگی کنن بتونن جهان سخت و بعضی وقتا غیر قابل تحمل رو تحمل بکنن واقعا شما 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 رسالت شما باعث این میشه که آدم در کتاب این کارو میکنن بله بله کتاب ها این کارو میکنن بله. بله. آره. بله. آره. 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 آره حالا من عرضم اینه که میشه با یعنی برنامه مثل یا برنامه اصلا مثل نه با عنوان کتاب باز و با حضور سروش میشه که از دانش گیمیفیکیشن استفاده بکنه برای کسایی که اهل کتاب نیستن ببین من داشتم با بچه قبل از این که شروع کنیم داشتیم گپ میزدیم سر اینکه ببین به هر حال شخصیتی مثل تو و امثال تو که اهل کتابن و و و و اونا خوراک فرهنگیشون و خوراک ذهنیشون رو و ورزش های فکری و لذت های روحیشون رو خودشون به دست میارن منتظر نمیشینن رامبود یا سروش یا کسی دیگه بهشون چیزی رو بگه بگه هم میشنون قطعا استفاده میکنن ولی اونا منتظرش نیستن خب کتاب باز خندوانه به و ببر و این تمام این حرفها برای کیه به نظر من غیر از اینکه خب به حال طیف و طیف کتاب خون اهل تفکر و و تخیل خیال پرداز و اینها رو قطعا شامل میشه ولی به نظر من اصل قضیهش مخاطبش اتفاقا اون که اهل کتاب نیست <applause> اونو ما باید بکشونیم تو بازی اونش چجوری به نظر من میشه کشون با گیمیفیکیشن مثل مثلا بخون و ببر به و ببر بر اساس گیمیفیکیشن شکل گرفته یه مسابقه با مختصات مسابقه و بازی و جایزه بیاین بخونین اینا شو توش رعایت بکنین انقدر زمان بیشتر ندارین بعد بعد اینا رو جواب بدی این مرا رد کردی بعد میری فلان و فلان فلان تشه جایزه گنده میگیری بازیه مسابقه و جایزه و رعایت قوانین مسابقه باعث میشه تش به کتاب می خوندن منتشر کارهای مختلف میشه که الان که اینو گفتی مثلا یه کتابو معرفی بشه که اعضای یه خانواده بخونن و بعد نمایشش رو اجرا کنن ناری. ها. ناری. نمایشش اجرا بشه ناری. یا یه اثری رو ادامهش رو بنویسن گاهی وقتا به نظر کار سختی میاد ولی به تازگی بیگانه رمان بزرگ کامو یه نفر یه نویسنده ادامه داده و کار بسیار خواندنی ادامه بیگانه کامو یعنی به جای چقدر بحار. آره چقدر بها? مرسو و اون مرد عرب حالا از زاویه دیده برادر اون مرد عرب داره به مسئله نگاه میکنه چقدر جذاب ببین آره. همین دیوانت نمیکنه چرا خیلی هیجان انگیز اصلا باب شاه دیگه بعد اصلا نشد قش دیگه بخنده آره و کنجکا بودا آره؟ من من یه بر این قضیه رو دیدم حالا اون و عشی اون ور اصلا او این این ایده بی‌نظیره این ایده شاهکاره با این میشه همه دنیا رو دوباره از اول دوباره تعریف کنیم یه جلو یه بار دیگه میشه یه دیگه بار دیگه میشه. نه خیلی خوبه آره. خیل... چقدر کار داریم خیلی خب بعد مسابقه دیگه ولش کن. کنه اصلا مسابقه ولش اینقدر تو مسابقه های دیگر... ب... عادی ب... مصابقه... <تصفح> <آلی تصفح> بوده خنداننده <تصفح> شو واقعا کار آره مهمی مهم می بود آره خ... چقدر من, من خوش گذشت راست میگی اصلا بی‌نظیر با حسن مرجونی و خانم آره. خیلی, آره. خیلی خوش دمتون گرم تو تو همیشه به خندوانه خیلی جدی کمک کردی به خدا من به من به شخص من که هیچی تو خ... یه خندوانه واقعی هستی تو یعنی خیلی جاها اصلا در کنار همه اجزایش بودی دمت گرم من آخر خیلی اون سه روز خوش گذشت و چقدر این جوونا کاش اونایی که انتخاب نشدن آخ دا... نمیدونم خندوانه رو را... نه... هیچ ولش نه کاری دوست داشتی بکن یه مسابقه چیزی بگم یه مسابقه تری کردیم به نظرم میشه اینو باز با هم راجع به شرف بزنیم مثلا فکر کن ده تا آدم معروف مشخص جذابی مثل سروش صحت ده نفر هر کدوم یک کتاب رو خودشون انتخاب بکنن و ده دقیقه فرصت دارن بیان جلوی دوربین خندوانه و چه خندوانه اون کتاب رو پرزنت بکنن هر جوری که بلدن با نمایش با عروسک با تعریف کردن با با نمیدونم با عکس رو پروجکشن نمیدونم هر جوری انیمیشن بازی با دست نمیدونم فلان آواز با موسیقی فلان ده دقیقه این کتاب معرفی بکنن و یار جمع بکنن هر کس موفق شد کتابی که معرفی میکنه رو بیشتر بفروشه خیلی جالب. اون وارد مسابقه میشه اون و تمام کسایی که کتاب خریدن حالا میریم برای خوندن و تو مسابقه و رقابت شرکت کردن و اون کسی که هده، سروش، تیم خودش رو باید رهبری کنه خیلی مسابقه جذابه جذابه خیلی جذابه یاد یه, با کتاب... آره... یه فیلم و یه کتاب افتادم که تروفو ساخته از روی یک کتابی به اسم فارنهایت 451 که نازی ها و آلمان هایی اومدن کتابسوزی کردن دیگه و داشت همه کتاب از بین میرفت آدم ها تصمیم گرفتن یه ادهی کتاب ها رو حفظ کنن برد. و هر کسی شد یه کتاب برد. یه نفر جرمینال رو حفظ کرد یه نفر سرخ و سیاه حفظ مثلا چون, آره چون سرخ و سیاه مثلا دو جلد بود دو تا برادر دو که یکشون جلد یکش بود مثلا یکشون جلد دو شده بود و اینا شدن و برای هم تعریف میکردن اه. کتاب هر یه کتاب ناطق شده بودن که حفظ کنن این هم خیلی عجیبه خیلی, خل... خیلی کارهای اینجوری میشه کرد اومدیم و تنتن تن و خوندی و ژولورن و خوندی و دیگه چی؟ رو خوندم اومدم بالاتر شروع کردم یه شد کتاب های جدیدتر مثلا بعد یکی از کسایی که خیلی برای من لذت بخش شد در یک دوره ای اه... میلان کندرا بود خیلی آلی. زیاد خیلی زیاد از شوخیش بگیر تا کلاه کلمنتیسش رو بگیر تا یکی از شاید برای من مهمترینش جاودانگی بود که البته خب اه اه تحمل بار هست هست تو فارسی به بار هست ترجمه شد آره. خب تحمل ناپذیر, ناپذیر روح, روح یا باره؟ باره. آره. و خب اینا خیلی برای من لذت بخش شدن من قصه کوتاه خیلی خوندم و خیلی هم میخونم ولی قصه های بلند برای من رمان ها برای من تاثیر عمیق تر جدی تر و عاشقانه تری دارند رمان ها آره رمان ها برای من شبیه عزیزان و خانواده های منن اگه از عزیزان اسم یادت اومد بگو لطفا هر... آره هر چی یادت آره. میاد بگو و قصه های کوتاه برای من شبیه آدم های عزیزی هستند که در خیابون میبینیم و معاشرت میکنیم کوتاه. <تصفح> <تصفح> ولی رمان ها برای من خانواده سروش آره، نگاه زن... تعبیر خوبی آره، هستیم با هم هستیم آره،, آره. 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 ب... الان ب... که بعد قرد... سلینجر برای من خیلی اهمیت پیدا کرد خب به حال رمان گردن کلفتش ناتور داشت ناتور داشت اصلا شاهکاره فوق العاده است اصلا معلومه که هولدن دوستی دیگه آره دیگه نمیشه نبود آره. واقعا و و هی جلوتر جلوتر الان یه دوره ای بخوام به قول معروف جامپ بزنم یه دوره زیادیش افتادم به کتاب پلیسی خوندن خیلی زیاد خیلی لذت پر. اصلا بابا یعنی هر کس که نخونده از کفش رفته واقعا اگه میخواین کیف کنین حد بزنین هیجان زده بشین از این مدل کتاب بردارین باش برین در با باش بریم اصلا رمان پلیسی خیلی چیز هیجان انگیزه اون وقت یکی از کسایی که من باز توصیه میکنم جورج سیمنونه جورج سیمنون مید... میدونی که بره. راجبش که کارگاه مگره مگره بله کمیسر مگره که اصلا هم مگره خب خیلی جذابه هم اصولا راجب جورج سیمنون این توضیح داده میشه که کسیه که در زمانی که زندگی کرده خیلی ثروتمند شده و مثلا در طول مثلا یه چند ساعت یه رمان پلیسی می نوشته انقدر تولید زیاد انبوه داشته بعد الان جدیدا افتادن به رمان ترسناک خوندن وایس اینجا رو من فقط بگم که اسم میگر اومد من یه توضیح بدم که اکثر پلیسی ها یه شخصیتی رو خلق میکردن و اونو ادامه میدادن بله. مثلا مثل خانم آگاتا کریستی بله. که اومد و پوارو, پوارو رو خلق کرد یا خانم مارپلو جورج سیمنون هم کمیسر میگر رو بیشتر پلیسی نویسها ها یک شخصیتی دارن که اونو ادامه بله بله, بله. 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 خب الان ترسناک چرا علاقه من ببین خب خیلی هیجان انگیزه چون یه ذره یه در خودم ترس دارم یعنی اصولا یه ذره ترسوندن من اصلا کاری نداره اصلا آره به با نه خب چه تستی از سوس کم میترسه آره آره نه واقعا واقعا این پخه راجع من کار میکنه ببین چند روز چند شب پیش من دوله در واسطه بودم انتظار داشتم نگار از آسانسور بیاد یه پله اومد بعد من شد خب بعد خب. نگار گفت اولین این چی بود خب بعد فکر کن یه دوز یا یه غریبه یهو از پله بیاد بالا اصلا به محض اینکه ببینه مرد خونه گفت بعد اینه میگه که عزیزم بیا تو بریم تو من چی آخه این چه واکنشیه در لحظه آره برای همین اینو میخوام بگم که ب... خب بعد کتاب به ترسناک میخوای نمیترسی چرا کف دستم عرق میکنه آره بابا فیلم ترسناک هم نگاه میکنی بله 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 من فیلم ترسناک نگاه نمیکنم نه بلو. من نگاه میکنم حالا و میترسی و ادامه میدی بله 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 حالا اینو میخوام بگم که اصولا الان قصد دارم اگر بشه فیلم بعدیم رو یک فیلم ترسناک بسازم انگیز. خیلی برای همین اصولا میخوام با ساختار روایی فیلم کارهای ترسناک آشنا بشم فیلم های سینمایی ترسناک بخش عمدهشون با پخ کار میکنن من میخوام با پخ نباشه آها آها آها. چون نسخه های موفقی هم داریم بله، که در سینما بله، بله، بدون پخ بله، ترسوندن بله، بله. توی رمان اتفاقا پخی نیست اصلا آه، آه، آه. یه ساختار خیلی عمیقی داره تو قدرتی که نشون دادی که و تسلطی که به تکنیک نشون دادی تو دو تا فیلم آخرت هم نگار و هم قانون مورفی این ترسناکه من من نمیام ببینم <تصفح> چون میدونم خیلی, خیلی خیلی خواهم امیدوارم امیدوارم خیلی عاشق اینم تو سالن که مثلا همه اینجوری باشن میخ خیلی جذابه آره بساز چشم حتما چش هی داریم به همین قول ب... چند تا قول همکاری به هم دادیم آره قول خیلی خوش گذشت خیلی متاسفم که وقتمون کمه محنسا. خیلی ممنونم که اومدی خیلی متشکرم که باعث شدی که ما اینقدر سر حال و چیز یه برنامه خیلی درجه یکی ضبط بکنیم برنامه های زیادی با هم گذاشتیم ما معمولا به رسم یادگار سردیس یکی از بزرگان ادب فارسی رو تقدیم میکنیم چون اواخر برنامه‌مون ما فردا شب آخرین قسمتمون پخش شعالی. میشه اینه که سردیسامون که... داره یواش یواش تموم میشه اگه اشکال نداره خودمون انتخاب کردیم یه تندیس بده با اشکال نداره با کمال میل خیلی ممنونم استاد شهریار بخ بح بح. خیلی متشکرم. یه عکس حالا همیشه که بایست من برم دوربینمونو بیارم و بگیریم و این شو بر... شعر میخونی؟ آره. زیاد. آره. آره خیلی هم دوست دارم. من خیلی میخوندم خیلی کم دارم میخونم. اصولا از شعر فاصله گرفتم. نمیدونم به نظرم رابطه داره شاید به سنم شاید داره اه... به ریتم از زندگی نمیدونم. چه جور شعری اون موقع ها دوست داشتی؟ خب ببین من شاید بتونم بگم که مهمترین آدمهای شعر نو و شعر نیمایی برای من از خود نیما تا بزرگ همه بزرگاشون برای من خیلی تأثیر گذار بودن خیلی خیلی یعنی شاید بخشی از نوع تفکر من برمیگرده به اشعاری که از اونها خوندم شعر کلاسیک ایرانی هم دوست داری؟ آره آره فکر میکنم به قول تو حضرت سعدی یا جناب سعدی آقای سعدی خیلی هیجان انگیز و فوق العاده است فوق است خیلی عجیبه و آقای حافظ همینطور و آقای مولانا همینطور ولی ولی من اصولا تسلطم هم به اونها کمتره هم اینکه شاید میلم و مزه دهانم به اونها بیشتر نزدیک ولی یه امتحانی بود. فاصله گرفتم از شیر. چرا؟ من یه کتاب برات بخرم. آره. بله. یه کتابی است آقای الهی قمشه ای. یه کتابایی دارن 365 روز با حافظ. که گفتم آقا جون روز اول اینقدر، روز دوم اینقدر. خود آقای الهی قمشه ای 365 روز با سعدی. 365 روز با قرآن، 365 روز با بزرگان ادبیات جهان. یکی از اینا 365 روز با شعر فارسیه که الان اسمه یادم نیست ولی در سری 365 روز با قطورم هست من فکر میکنم یه سری از بهترین اشعار کلاسیک زبان فارسی به انتخاب آقای الهی قمشه ای. خیلی تو روزی بعد هر روزش هم خیلی کمه تو یه روز میگی آخه که من این دفعه بعدی که اومدم سراغت ببینمت با این کتاب میام. قول قول خیلی خب عکس بگیریم. قطوره نترسی از قطرشون تو پنج روز باید بخون خیلی کم میشه. خیلی کم میشه. میشه آقای شهریارم ببینم اصلا حتما شد عکس نفره سه دو ممنونم از اومدن ممنونم از دعوتت خیلی 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 متشکرم روی ماهتو میبوسم و خدا نگهدار شما و شاد باشی